خانم آقایون سلام، در این قسمت افتخار میزبانی یکی از مردهای طناز هنرمند کشورم رو دارم، نیسان درویشانپور. سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه. سلام، عرض ادب خدمت همه بینندگان عزیز خبر فوری. فرای تو بشم و پیمان عزیز که عزیز دلی، از دیگه خیلی وقت دیگه با هم دیگه کلی رفیق شدیم و خیلی وقت هم بود ندیده بودم. باعث خوشحالی منم هستش. بده تو بشم. آقا باید تبریکم بگیم به هیته اجرا وارد شدی. آره. اجرا نمیدونی. آره من برام اهمیت داشت که اولین کاری که میکنم چی باشه. خب. به خاطر همینم خیلی طول دادم تا اینکه یه کار انجام بدم. ولی فکر میکنم این کار خوبیه. خدا رو شد. و از این برنامه تلویزیونی که شرکت هم کردی نترسیدی بگن آقا هنرمند بازیگر برای چی اومده مجری شده؟ آها، اون برنامه تلویزیونی. آره، آره. اونم خیلی مجریگری نیست در مهکارستون. اون هم مجری بازیگره عملا، حالا انشالله پخش میشه از شبکه نسیم و میبینی. بله اونجا هم عملا خیلی اینجوری حالت شما رو ندارم که بشینم حرف بزنم و گپ و گفت داشته باشم. من تو اون هم وارد یه شغل میشم هر برنامه و اینجوری بازی میکنی. بله بله کاملا بازیگریه و مجری بازیگری بر مبنای بیشتر بداهه. خیلی عالی. و سعی میکنیم که بداهه باشه. و میسم جان، یه سوال مشترکی که از امین حیایی و استاد داریوش ارجمندم داشتم دوست دارم از شما بپرسم. بازیگرا در مورد مسائل مختلف خب اظهار نظر میکنن. حالا بعضیا گارد میگیرن میگن که چرا بازیگر اظهار نظر میکنه، بعضیا میگن نه رسالت هنرمند دیگه اصلا صحبت کنه در مورد همه موضوعات. نظر میسم درویشانپور چیه در این باره؟ اولا اینکه حالا چرا اصلا هنرمندا رو از بقیه مردم جدا میکنی؟ همون دوستای خودتون که توی پیج هاشون میبینید و دوستای خودتون هم میبینید، استوری میذارن، پست میذارن، میبینید اونها هم اظهار نظر میکنن، خودتون هم اظهار نظر میکنید و ممکنه خیلی از هنرمندا هم اظهار نظر بکنن. موضوع اینجاست که دید مردم نسبت به بعضی از هنرمندا، حالا تو ذهن خودش هر شخصی یه جوری، بعد به بعضیا خوبه به بعضیا بد. حالا اونی که دیدش نسبت بهش خوبه هر حرفی بزنه میگه آها این درسته. یا اگر دیدش بد باشه همون حرفو بزنه میگه بابا تو حرف نزن، اظهار نظر نکن. جالب اینجاست که حالا چون کار ما طنزه، وظیفمونه که معمولا اخبار رو دنبال بکنیم و اصلا اظهار نظر بکنیم و از قالب طنز هم این اظهار نظر رو انجام بدیم. ولی اکثرا میگه آقا تو حرف نزن، همون کار خودت انجام بابا، کار من هم اینه. و فکر میکنم که حالا آخه نظر ندیم، میان میگن تو چرا نظر نمیدی، بی بخار، تو اصلا با سطحی چی مهم نیست. نه بعد نظر میدیم، اون طیف اون طرف که مخالفشن میان میگن اصلا تو حرف نزن، حرف نزنی بهتره، نظر اینوری بدی. اونوری ها میگن که نمیدونیم چیکار کنیم، شما بگو ما همون کار. و صحبت پایینی هم خوشحال میشیم بشنیم ایتان جان. من فکر میکنم که اتفاقات خیلی بده، نمیتونیم بگیم که نادیده گرفته بشه و ولش کنید، حالتون رو خوب کنید. اینا شعاره، چون ما خودمونم حالمون بده و این حاله هی بد بودنش شارژ میشه. منتظریم که صبح از خواب بلند شیم و ببینیم که یه خبر بد دیگه داره به گوشمون میرسه. امیدوارم از خدا میخوام که ما دائما دیگه خبرهای خوب بشنویم یا حداقل این خبرهای بد رو نشنویم. ولی ما سعی میکنیم که تا جایی که بتونیم رسالتمون رو حفظ بکنیم. به میزان حالا یه ساعت دو ساعت که رو صحنه هستیم، همون دقایق رو حال مردم رو خوب بکنیم. مطمئنم برید بیرون دوباره همه اون افکار و ذهن‌ها همونجوری که برای ما میاد سراغمون سراغ شما میاد. ولی حداقل این یه تایم کوتاهی که از دست ما برمیاد و میتونیم انجامش بدیم و داریم انجامش میدیم ان شاء الله. خیلی مخلصم. خیلی متشکرم از لطف شما.